تو این فرصت من میخوام که به یک سال مهم جواب بدم که در طول چند روز گذشته هم دیدم که شخصا از من هم سال شده جز من آن هفت هشت سالی است که من نرسیده بودم از دو روز پیش دو شب پیش مذارت میخوام جواب بدم آن هم این است که دوست عزیزی پرسیده بودند که آیا برای اسرائیل امکانش هست که از این فرصت طلای استثنایی تاریخی استفاده کنه حالا که جهانیان چراغ سبز نشان دادن و کشورهای غربی که اسرائیل حق در واقع جبران آن حمله رو که جمهوری اسلامی انجام داده رو بخواد از این موقعیت استفاده کنه و تاسیسات ای، جمهوری اسلامی رو از بین ببره این سوالو رو در واقع من آری یا نه نمیتونم بگم میتونم در مقام و مقایسه آن چیزی رو که اسرائیل تجربه حمله و از بین بردن تاسیسات هسته‌ای در واقع کشور عراق در زمان صدام داشته در مقام مقایسه صحبتی رو و مقایسه رو انجام بدم برای جوانترها سالیانی پیش زمانی که ملیجک جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود یازده بار قدنامه و شورای امنیت ملی و ایشون تمام اون قطعنامه ها را کاغذ پار نامید من سالیانی پیش راجع به عملیات اوپرا یا عملیات بابل عملیاتی رو که اسرائیل در جوان 1981 گمانه می شود خورداد خورداد شست بله بله خورداد شست برای از بین بردن از از بین بردن تمامی تاسیسات اتمی عراق به نام اوسیراک در واقع منطقی به نام اوسیراک در عراق انجام داد من سالیان پیش صحبت کرده بودم شور وقتان متاسفانه نتونستم تو آرشیو پیدا کنم و مفصل راجع به این عملیات آن زمان صحبت کرده بودم و چرا سخت است که اسرائیل همین عملیات رو برای ایران انجام بده و آن زمان نشد بود می شود گفت و خیلی سختتر از حالا حالا موانعی دارد عملیات احتمالی اسرائیل برای از بین بردن از بین بردن تمامی تاسیسات هستی چرا که میماند فاصله اسرائیل با این تاسیسات پراکندگی این تاسیسات حداقل ده دوازده تا 15 و بعضا بیشتر از این اعداد مناطقی در ش... رشتکوهای های البرز و زاگروس پنهان از زیر کو اسرائیل من در طول چند روز گذاشتم بارها گفتم یه مقدار حق سکوت از یک سری بمب و بمب افکن هایی رو که مشخصا برای از بین بردن حسن نصر الله و بعد معاونش در واقع استفاده کرد بمب های آنچنانی سرش... سنگر شکن که سی پنجا تا هفتاد متر رو منفجر میکنه و در واقع مثل مت عمل میکنه رو استفاده کرد و حتی در مورد شخصی را که هاشم سید هاشم در واقع شخص شخصی رو که معاونت حسن نصر الله و جایگزین می شود گفت که اسلام می کنه کلا اون جایگزین حسن نصر الله بود به خاطر اطمینان خاطر از این که توانسته به اعماق هفتاد زیر زمینم رسوخ کنه یازده بار تا صبح از شب قبلش تا صبح یازده بار بمباران کرد و دهها ها تون بم ریخت تا بتواند به هدف برسد و بم ها بتونن سطح تخریب با بیشتر و بیشتر بکنن از زمانی رو که قطنامه ها ساده شد و آن چیزی که در شورای امنیت ملی تحریم ها انجام گرفت تا زمان برجام اسرائیل قول هایی به بمب های, های سنگرشکن آنچنانی با اونق تخریب 120 متر قلب و دلکو گرفته بود و این بمبای سر ش... سنگر شکن هیچ اطلاعات موثقی وجود ندارد از اینکه واقعا اینو اسرائیل تحویل گرفته یا نه ولی بر زمان برجام خاطرم هست که یه سری مبادلاتی شد این اولین مانه برای از بین بردن تاسیسات هستی جمهوری اسلامی دومی مانه می شود به این اشاره کرد که اف 35 ها اف 16 هایی که قرار است این بمب ها های سر سنگر شکن و حمل بکنن با یک مانع بسیار جدی در واقع مواجه میشن آن هم یک تا دو بار سوخت در هوا چرا که هیچ کشوری حتی حتی, حتی عربستان هیچ کشوری اردن قبول نمی کنند که این هواپیما از آسمان مرز آ... آسمان این کشورها عبور کند و یا این هواپیما ها جایی بشینند در نزدیکی مثلا مرزهای ایران حتی آذربایجان و بعد سختگیری کنند این سوختگیری در هوا صورت میگیره پنج تا هفت هواپیما که می شود گفت که ترانزیت سوخت در هوا رو میتونن این محموله سوخت رو برسونن اسرائیل دارد و تمام قرائن و شواهد مبنی بر این است که رسانه های معتبر جهان که از هواپیماهای سوخ رسان در هوا آمریکا در اختیار اسرائیل گذاشته که بتونه این کار رو بکنه البته که اسرا... اسرائیل نشون داد که اف سی و پنج ها قابلیت های ویژه دارن که قبل از 300 کیلومتر میتونن پرتاب شلیک موشک یا محموله بمباشون رو از 300 کیلومتری در هوا بخوان انجام بدن ولی این فا... تفاوت فاصله بزرگترین چیزی بوده که در طول حداقل سی سال گذشته اهمیت به سزایی داشته در مورد این عملیات اوپراشا جوانترها دوست داشته باشن که تاریخ هم بدونم من یه تقیقاتی خودم حدود شاید 15 20 سال پیش برام جالب بود راجع به این مسئله عملیات اپرای عملیات بابل دوست داشتم اطلاعاتی داشته باشم و آن جوان آن زمان جوانی بود و سر پرشوری یادگیری برای من کل این عملیات خیلی جالبه شاید جوانترها یا ملت ایران ندانند که این عملیات با کمک به حساب شایان و اگر بدون کمک جمهوری اسلامی آن زمان و ارتش ایران بعد از انقلاب دو سال بعد از جنگ در واقع ارتش ایران و نیرو هوای ایران کمک نمی کرد به اسرائیل هرگز و اصلا و ابدا اسرائیل نمی توانست این عملیات رو انجام بده مستنداتی در طول 20 سال گذشته رو شده دیگه الان عیان است بر همگان هر کس بخواد تحقیقی در این باره انجام بده میتونه میتونه به اسناد و نوشته مراجعه کنه که ج... چیز خیلی خیلی جالب برای من این است که کسانی را که در این عملیات شرکت داشتن در واقع مسئولیت داشتن خلبان بودن و کسانی را که رابط شخص فرستاده خمینی یک ماه قبل از عملیات در پاریس بودند که این عملیات را بر طبق اسناد ها و به حساب اطلاعاتی که خلبانهای ارتش ایران در دقیقا یک سال قبل بعد از جنگ تلاش کرده بودند که این تاسیسات هسته عراق و صدام از بین ببرن دقیقا نه ماه قبل از اینکه اسرائیل این عملیات رو بخواد انجام بده آری منشه که یک ایرانی الاصله و مشاور امنیتی و از حساب می شود گفت که بخش اطلاعات ارتش اسرائیل کار میکرده ایرانی الاصل و مستندات خیلی جالبی در این مورد رو کرده البته ایشون معروف آری بن منشه معروف به این که در سالیان جنگ ایران عراق اولین نفری بود که با مستندات البته بعد از سالیانی تاخیر مستنداتی رو کرد برای اینکه می شود گفت واسطه های این تجارت بین المللی اسلحه و به گمانم شاید هم هنوز زنده باشه من خیلی سال ازش چیزی نشنیدم و کمک ها و فروش تصیحاتی رو که جمهوری اسلامی زمان جنگ از اسرائیل دریافت می کرد همه این رازهای مرگو رو آن زمان برملا کرده همین آ... آری بن منشه راجب ت... توافقات و یا دید بازدید و مراودات و دادن مستنداتی مبنی بر اینکه آن زمان خب حتی آواکس یا سیستم اطلاعاتی جاسوسی محوری که نبوده خلبان های ایرانی وقتی نه ماه قبل از این عملیات عملیات موفقی نداشتن مستنداتی و نقشه های هوایی و اطلاعاتی به ارتش اسرائیل دادن چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت بعد از این گرفتن اطلاعات کسانی هستند که می شود گفت که بعد از این همکاری ایران یا جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل برای زدن این تاسیسات هستی که مشخصا فرانسوی ها در ساختن این راکتور و ساخت و تاسیس این راکتور ید طولایی داشتن البته همان شب خارج از اینکه نظامیا ها حدود ده تا دوازده نفری رو که کشته شدن یک دانشمند هستی فرانسوی هم آن شب کشته شد کسانی رو که آن اطلاعاتی را که آمده است و کسانی را که آن عملیات را انجام دادند هم اسامی است که باز ید طولایی ایرانی ها دارند دان حال حالوتس دان هالوتس اگه اسم اسمش اشتباه نگم ایشون جنرال چهار ستاره خلبان ایرانی اصله که رئیس ستاد ارتش هم بوده یعنی جز تأثیر گذاران و تو خود ستاد کل نیروی دفاعی اسرائیل هم جز جنرال های باسابقه بوده آن زمان در این عملیات شرکت داشته شخصیت خیلی معروف دیگری هم که اسرائیلیا میشناسن و احترام زیادی براش قائل هستن ایلان رامون شخصی بوده است که کشته شد بعدها به عنوان اولین فضانورد اسرائیلی که در فضاپیمای دوستان شاید یادشون باشه کلمبیایی آنجا کشته شد اینا جز خلبانان جوان آن, آن زمان بودند که چنین عملیاتی رو انجام دادن با 100 درصد سخری و 100 درصد خسارتی که به کل تاسیسات هسته‌ای عراق و صدام وارد شد عملیات جالبیه اسناد دیگری که باز آن یهودی ایرانی الاصل که ازش نام بردیم مستند و مکتوب راجبش گفته و صحبت کرده اینه که جمهوری اسلامی و مقامات ایران قبول کردند که اگر مشکل و اما اگر فنی در آن عملیات پیدا شد پایگاه هوایی ارتش جمهوری اسلامی در تبریز و برای فرود استراری آماده باش داده بودند که اگر آن خلبان ها یا هواپیما مشکلی مشکل خورد یا مثلا زده هوایی صدام یا عراق آمد حوادثی رو برای آن اف 16 ها ایجاد کرد آنان بتوانند به صورت استراری در پایگاه هوانیروز هوا نیروز ارتش در تبریز فرود بیان این هم جالبه و بدانیم که حالا دشمن دشمن من دوست من است یا اشتراکاتی رو که برای منافع ملی ایجاد می کند یا سطح خصومتی که جمهوری اسلامی و آن زمان جنگ جمهوری اسلامی و شخص خمینی و صدام با هم دیگه داشتن رو, رو آوردن به این که جمهوری اسلامی به آن اما اگر امنیتی بزرگتری اما اگر امنیتی هستی رو که آن زمان موجودیت اسرائیل رو تهدید میکرد و چگونه بخوان کمک کنن همیاری کنن نه تنها کمک همیاری یک جوری میشه مشارکت جمهوری اسلامی برای از بین بردن این تاسیسات و این عملیات اوپرا تفاوت بس بسیاری دارد به آن تجربی رو که جمهوری اسلامی گرفت از این که نمیشود همه تاسیسات رو در یک جایی خارج از موانع طبیعی و کوه و در رو رشته کوههایی در یک جای آزاد گذاشت که مورد مخاطره قرار بگیره یک دوم این که پراکندگی حداقل در یازده قسمت ایران پراکندگی این تاسیسات بزرگترین اما اگر است مشکل اساسی این است که تا این لحظه من باور ندارم حتی آذربایجان که جمهوری اسلامی شاخشانه کشیده و هیچ کشور عربی و حتی آذربایجان تمایلی به این مشارکت ندارد تاریخی ترین حساس ترین و مهمترین موقعیت طلایی رو بی بی به نیامین نتانیاهو و کابینه جنگ اسرائیل دارد از اینکه قانع نشود به اینکه من الان سال دوم رو دارم پاسخ میدم قانع نشود به اینکه این موقعیت رو فقط بپردازد به تاسیسات اقتصادی چرا دیشب حمله نکرد چرا در اولین سالگرد ساعت 6 و 29 دقیقه به وقت اسرائیل که اولین ثانیه ها سالگرد حمله حماس هست به اسرائیل هنوز اسرائیل پاسخ نداده این تعلل به باور من این سکوت کرکننده است که بایستید ترسید از اینکه آتش زیر خاکستر است آیا اشتهای این کار و آیا به اینکه کابینه جنگ خود آقای گالانت یا حتی رهبران اپوزیسیون که الان در عالی ترین احساس همدلی میکنن یعنی بنیامین نتانیاهو و تو تمام این 23 سال مشخصا تو یک ساله که حتی به قرار بود که به دادگاه به دادگاه ارتش و دادگاه نظامی برده بشه و از اینکه چرا هفته اکتبری وجود اومد چرا نتوانست همه گروگانان را آزاد کنه در عالی ترین سطح جمهوری اسلامی هدایای گرانبهایی رو به به صاحب هدیه کرده به بنیامین نتانیاهو به امنیت ملی اسرائیل به آن دکترین بازند با بازدارندگی که از دست داده بود اسرائیل با این دو حمله ای رو که مستقیما به اسرائیل کرد جبران این حمله ها یک فرصت طلایی است که من باور دارم یقینا باور دارم بی, بی, بی با هوش و با ذکاوت تر از این حرف هاست این تحصیل کرده دانشگاه هاروارد که با آیکیوی بسیار بالا می شود گفت که یکی از استخوان خورد کرده های سیاست خاور میانه و بعضا جهان هست با 23 سال بند بازی تو عالم سیاست آن چیزی که در اسرائیل کسانی که مسائل سیاسی داخلی اسرائیل دنبال میکنن و هنوز ایشان زنده است و پایدار و ماندگار با باور من بیبی بی هرگز این فرصت سلایی که علی خامنی ناخواسته نابخردانه نادانسته با مشاورینش هم سال به حساب سرداران سرلشکران آنچنانی مثل صفوی و چند نفر دیگر و مشاور بین ولایتی این خدمت و این لطف و این کادو هدیه گرانبها ها رو به شخصی بی به آن دکتورین بازدارندگی رو که به اسرائیل اهدا کردن از دست نمی رود من یقین دارم که اسرائیل خودش رو آماده میکنه آن چیزی که های اهمیته ببینیم که در چه سطحی از نظر لوجستیک آن مشکل و اما اگری رو که یک بمب های سنگر شکن بخاطری ای که اینقدر نزدیک نیست که بخوان مثلا آن یازده باری رو که خواستم مطمئن بشن حالا شاید قانی هم آنجا بوده زیر هفتاد متر زیر زمین ده دقه دوازده طبقه به حساب زیر زمینی که زیر اون مجموعه ها های مسکونی بوده و آن جلسه ای رو که برای ست هاشم صفیه دین در نظر گرفته بودن مثل جلسه معارفه که میگوین و هم هست اسرائیل توانست کمبود نداشتن بوم های آنچنانی رو که تا این لحظه مشخصا و اساسا تمام ناظران بین‌المللی آگاهان امور نظامی امنیتی میگن که هنوز آمریکا به اسرائیل نداده اسرائیل آمد جبران کرد برای کشتن سید هاشم صفی الدین یازده بار همان بمب ها رو رو همدیگه انباش کرد تا بتواند عمق تقریب به حساب بالای پنجاه متر رو انجام بده آیا چنین جبرانی رو میتواند در زیر رشتکوهای های البرز انجام بده است کار بسیار بسیار سخت ولی آیا چنین موقعیتی رو حداقل شانس خودش اسرائیل امتحان میکند یا نه به میسپاریم به اینی که سیر حوادث چگونه است من شخصا و یقینا مطمئنم که این موقعیت طلایی رو عمران اصلا ابدا بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگ از دست نمیده چرا که نه خود اسرائیل و اسرائیلیان نه در واقع دکترین نظامی امنیتی اطلاعاتی جان جهانیان همه به این نتیجه رسیدن که سر مار است و اگر حتی روزی روزگاری 90 درصد حماس از نظر نظامی خونسا شده و حتی حزب اللهی نماند ایدئولوژیش که ماندگار خواهد ماند ولی باز اگر جمهوری اسلامی باشد باز اگر ادامه حیات جمهوری اسلامی باشد جمهوری اسلامی به مرور زمان دوباره می تواند با سازی و نسازی کند دوباره این محاصره گروه های نیابتی رو پیش ببره و ناامنی و جنگ و خونریزی و کشتار آنچنانی تو خاورمیانه پیش ببره در نتیجه به انتظار میشینیم و ببینیم که امیدوارم بهترین ها برای حال آینده ملت ایران پیش بیاد و خسارتی این ملت و هیچ شهروندی غیر نظامی در هیچ جای کره خاکی در هیچ جنگی توسط سیاست خسارت نبینند و امیدوارم که شیرازه جامعه ایران آن چیزی که از ایران ایرانی موجود مانده است خسارت نبیند و امیدوارم این همه ای اتفاقات کاتالیزور باشد برای سرعت بخشیدن به سیر حوادثی که ای ایران ایرانی ایرانی خودش دستاش رو زانو خودش باشه و بخواد توانمند برای ساختن ایران آباد و آزاد بتواند از این همه اما رو که پیش اومده عبور کند و بتواند زندگی شایسته و بایسته رو که شایسته و بایسته یک شهروند نرمال در ایران در خاورمیانه است برای ایر... خودش در ایران و برای خاورمیانه و برای جهان برمقام بیاورد به امید آن روز پاینده ایران